نن په کابل کې د اهل تشیع او علما ولوري په پا پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو سره د نوړه چلند غندنې پاړه غونډه را بللې و. د غونډې ګډونوالو ویل ایران او پاکستان د کډوالۍ نړیوال اصول ته بشپړ درناوی وکړي او له ټولو افغان کډوالو غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستانه شي. برخوردهای اخیر در ایران و پاکستان که اخیرا متاسفانه بعضی ویدیوهایی را شاهدیم، بعضی کلیپهایی را شاهدیم و مخصوصا کلیپی که با کمال تأسف ما اخیرا شاهد آن بودیم، نوع برخورد خوبی نبود و ما را بیاد بعضی برخوردهای کشورهای غرب می انداخت. دغه راز د افغانستان د اهل تشیع علما او رئیس ویل د اسلامي امارت پر وړاندې د تاوتریخوالي اعلان د ټولو اسلامي اصولو خلاف عمل دی او زیاته کړه چې افغان ولس به چاته اجازه ورنکړي چې په هیواد کې شته امنیت وننګوي. سه، به مهاجرین و عودت کنندگان به وطنمان اعلام می نماییم میهن اسلامی من که اکنون در سایه نظام اسلامی در بهترین حالت قرار دارد که نظیر آن را در گذشته نداشته ایم، در امنیت و آرامش کامل و شرایط برای زندگی و سازندگی و بازسازی مساعده است، لذا هر چه سریعتر به میهن اسلامیشان بازگردند. د غونډې ګډونوالو ویل د تاریخ په اوږدو کې د اسلامي او ملي ارزښتونو ساتنې په موخه افغانانو تل یووالی رامنځته کړی او د اشغالګرو پر وړاندې پرېکنده مبارزه کړې ده. در دوران اشغال امریکا باز میبینیم همین مردم پا برهنه افغانستان با دست خالی با تکبیر الله اکبر در مقابل هر نوع بمب های دشمن مقابله کردند و در این چند دهه در حقیقت دو ابر قدرت را افغانستانی ها پایش را دماغش را به خاک مالیدن و پایش را شکستن و از خاک بیرونشان کردن. دغه راز د افغانستان د اهل تشیع علما او مرستیال امریکا څخه غوښتنه وکړه چې د افغانانو کنګل شوې شتمنۍ دې آزاده کړي ترڅو د افغانستان اقتصادي څرخ په خوځښت راشي. با مهاجرینی که قبلا در دوران روس و آمریکا رفته بود و عودت کنندگانی که بعدا برفتند به خاطر مشکلات وطن و مشکلات خودشان که اقتصاد ما را استعمار از ما گرفته است و ما را به ما مسترد نکرده است، پولهای ما همه به دست استعمارگران قرار گرفته است و ملت هم دست خالی است، با همین دست خالی می رود. د یادونې وړ ده چې وخت ناوخته ځینې بهر میشتي افغان سیاستوال د اسلامي امارت پر حکومت نیوکې کوي، خو د اسلامي امارت حکومت تل بهر میشتو افغانانو ته هیواد ته د راتګ بلنه ورکړې او د ستونزو حل یې په کور دننه غوښتی.